سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریب شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته های ایران را از موافقت نامه نهایی با قدرت های جهانی تشریح کرد آقای نجفی در سخنرانی نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی حذف موضوع هسته ای از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس رفع همه تحریم ها و برقراری همکاری های بین المللی ای را به عنوان خواسته های تهران از موافقتنامه نهایی با قدرت جهانی مطرح کرد. به تاکید کرده است جمهوری اسلامی تسلیحات هسته نخواهد ساخت و به تعهداتش به جامعه جهانی و آژانس عمل خواهد کرد. در رویدادی دیگر مرتبط با پرونده هسته ایران، دومین روز نشست کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک صبح روز گذشته در وین برگزار شد که نتایج آن به دور بعدی مذاکرات ارائه می شود. نشستی که قرار است به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار شود. جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از کمک سپاه به مرزبانی خبر داد. احمد گراوند با اعلام این خبر هشدار داد با هر گونه تردد به داخل کشور با قاطعیت برخورد می شود وی درباره پنج سرباز ربوده شده ایرانی از سوی گروه جیش العدل گفت با وجود قول مسئولان پاکستانی برای اعلام نتایج پیگیری تاکنون تا کنون نتیجه قطعی در این مورد اعلام نکردند در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است با مقام های ایرانی در ارتباط با یافتن پنج مرزبان روبوده شده این کشور در تماس مستمر هستیم. خانم تسلیم اسلم همچنین تاکید کرده است ما هنوز مطمئن نیستیم که مرزبانان روبوده شده به خاک پاکستان منتقل شده باشند. گروه سنی مذهب جیش اتر 17 بهمن ماه امسال پنج نفر از مرزبانان سرباز ایران را در منطقه جکیگور در شرق کشور به گروگان گرفته و خواستار معاوضه با زندانیان خود شدند. وزیر خارجه ایران در حساب کاربری توییتری خود مذاکره با مقامات بلند پایه کشور ژاپن را موثر توصیف کرد. آقای ظریف از مهمان نوازی دولت و مردم اندونزی هم تقدیر کرد و نوشت مذاکرات موثری با وزیر خارجه این کشور و گفتگویی با رسانه و رهبران جامعه مدنی این کشور داشتیم. محمد جواد ظریف در پیام توییتر دیگری هم به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک به مقصد غزه واکنش نشان داد و انتشار این خبر را همزمان با برگزاری نشست آیپک تصادفی جالب یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. مقامات اسرائیلی دو روز پیش گفتند یک کشتی پانامایی را توقیف کردند که از سوی ایران با محموله موشک های زمین به زمین برای فلسطینی ها فرستاده شده بود. هاشمی رفسنجانی در دیداری که با اعضای حزب اراده ملت ایران داشته است به بیان ناگفتایی از انتخابات ریاست جمهوری 76 و 84 پرداخته است. به گفته وقتی به سالهای آخر دولت اصلاحات رسیدیم یک گروه معدود افراتی وسط این جمعیت عظیم پیدا شد همه چیز را به هم زدند چون فکر کردند هر کسی که احتمالا رقیب آینده ماست باید از میدان بیرون برود و این شد یک سیاست که اشتباه بزرگی بود آقای هاشمی با اشاره به دوم خرداد 76 هم گفته در آن زمان وی به شدت جلوی تقلب در انتخابات را گرفت رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در دیدار با حزب اراده ملت ایران به بیان ناگفته هایی از انتخابات 1376 و 1384 پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی، آقای رفسنجانی در این دیدار با انتقاد از اصلاح طلبان گفت که آنها معتدل نیستند، گاهی تند می روند و گاهی کند. وی افزود: ما اگر گروه گرایی به معنای زوب باشد به صورتی که همه حقایق را در سایه تعصبات نادیده بگیریم اشتباه کردیم ممکن است در یک موج موفق باشیم اما این موج دائمی نیست رهرو آن است که آهسته و پیوسته برود و پیوسته در بثن مردم و میان مردم باشد هاشمی گفت هر حزبی باید خودش را بخشی از این مردم بداند و با مردم سر و کار داشته باشد و اگر پیروز شد از مردم فاصله نگیرد و اگر هم شکست خورد باز هم میان مردم باشد و با مردم دوباره زنده بشود این راه اقلانیست است و راه اعتدال است آقای رفسنجانی در ادامه گفت جریانی که خودش را اصلاح طلب اعلام کرد بعد از دولت من به آسانی روی کار آمد انتخابات سال 1376 بسیار سالم و عادی مثل همین انتخابات آخر یعنی انتخابات 1392 برگزار شد هیچ کس نمی توانست به نتایج آن انتخابات اعتراضی بکند چون من جلوی عموم مردم در نماز جمعه تعهد کردم که جلوی تقلب را می گیرم به وزارت کشور هم گفتم هر کس در انتخابات از قانون تجاوز بکند من ازلش می کنم با همین کار انتخابات خوبی شد و آنها روی کار آمدند رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام افسود ولی وقتی به سالهای آخر دولت اصلاحات رسیدیم یک گروه وسط این جمعیت پیدا شد همه چیز را به هم زدند چون فکر کردند هر کس که احتمالا رقیب آینده ماست باید از میدان بیرون برود و این شد یک سیاست اشتباه بزرگی بود حتی در آخر کار اینها وقتی دیدند آقای خاتمی هم همراهیشان نمی کنند. گفتند بیایند از خاتمی هم عبور کنند نمیدانستند اینجوری نیست باشمی سپس در کنایه آشکار به اصلاح طلبان گفت اما در انتخابات سال 1384 چه اتفاقی افتاد؟ برگزار کننده انتخابات دولت اصلاحات بود. استاندارها هم همه اصلاح طلب بودند. ای آمدند و خواهش میکردند از من که بیا. نیایید بعد از ما اوضاع یک جور دیگری می شود. ولی من واقعا نمیخواستم بیایم. اما من چهره ها را میشناسم. دیدم کار دارد به دست چند نفر تند رو می افتد. دو سه نفر تند رو بودن بین دافتلب های به اصطلاح اصولگرا. به رهبری هم گفتم از این چند نفر هر کدامشان بیایند ما یک سقوط می کنیم. آقای رفسنجانی گفته سرانجام تصمیمش را این گونه گرفته. گفته بودم اگر آنها بیایند من نمی آیم ولی اگر بنا باشد این چند نفر تند رو بیایند من هم می آیند و آخرش هم آمدم. منظور اکبر هاشمی رفسنجانی از تندروها محمود احمدی نژاد بود که در سال 1384 نامزد انتخابات و سپس به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. هاشمی در پایان هم خطاب به اصلاح طلبان گفته انتخاب احمدی نژاد اشتباه اصلاح طلب ها بود. نفهمیدند که چه اتفاقی دارد می وی در پایان هم در کنایه دیگری به اصلاح طلبان گفت آنها در سال 1384 نفهمیدند که این افرادی که رد صلاحیت شدند را چطور برگرداندند برای چه برگرداندند این درست موقعی بود که فهمیدند که من میایم اینها عیب است عیب تعصب گروهی است عیب این است که آدم راه نجاتی را که پیدا می شود بگویند نه چون گروه ما نیست به درد نمی خورد. این عیب اصلاح طلب ها بود که نفهمیدند ماجرای رد صلاحیت ها و بازگرداندن آنها در انتخابات سال 1384 مربوط به مصطفى معین و محسن مهرلیزاد است. این دو نفر که از نامزدهای اصلاح طلبان بودند در انتخابات ابتدا صلاحیتشان توسط شورای نگهبان رد شد اما با حکم حکومتی خامنه‌ای مجددا توانستند در آن انتخابات شرکت کنند و اکنون هاشمی رفسنجانی صراحتا میگوید که این حکم حکومتی در جهت اقراض خاصی برای پیروزی رساندن احمدی نژاد بوده است. در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مصطفی معین، اکبر حاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی مدعی تقلب در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد شدند. همچنین برخی بازرسان وزارت کشور نیز تقلب در انتخابات را تایید کرده بودند. با این حال احمدی نژاد انتخاب و در سال 1388 هم همراه با سرکوبی خونین مجدداً به مردم تحمیل شد بیش از سی نفر در پی انفجار و درگیری در نقاط مختلف عراق در روز گذشته کشته شدند. منابع خبری گزارش دادند در بغداد سه خودروی بمب گذاری شده در محلات شیعه نشین منفجر شد که به کشته شدن دست کم 13 تن و مجروح شدن حدود 35 نفر انجامید. انفجار یک بمب کنار جاده در محله دیگری از بغداد نیز یک مامور پلیس را کشت و هشت زخمی بر جای گذاشت. در حله در 95 کیلومتری جنوب بغداد نیز انفجار دو خودروی بم گذاری شده 9 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت دست کم چهار تن نیز در پی ادامه درگیری ها در فلوجه به قطر رسیدند دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار مصر و 14 تن دیگر در قاهره به حال تعلیق درآمد به گزارش منابع خبری این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از وکلای مدافع این 15 تن یکی از قضات را متهم کرد که درباره این دادگاه با رسانه ها صحبت کرده است محمد مرسی و 15 تن دیگر متهم شدند که در دوران اعتراضات در دسامبر سال 2012 معترضان را به خشونت ترغیب کردند محمد مرسی با سه اتهام دیگر از جمله همکاری با سپاه پاسداران ایران نیز روبروست شماره کشته شدگان درگیری های تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا طی یک ماه گذشته با مرگ یک افسر و یک غیر نظامی در کاراکاس پایتخت این کشور در شب گذشته به 20 نفر افزایش یافت. تظاهرات خیابانی در ونزوئلا که از چهارم فوریه شروع شد و همچنان نیز ادامه دارد به بزرگترین چالش نیکولاس مادرو رئیس جمهوری این کشور تبدیل شده است. مادر و وضعیت کنونی را بخشی از توطئه فاشیست های تحت حمایت آمریکا برای بی کردن نظام خود خوانده است. آمریکا اعلام کرد بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد حق ندارد از نیویورک خارج شود و وی میتواند حداکثر تا شعاع 40 کیلومتری نیویورک تردد کند. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفته این تصمیم مشابه تصمیمی است که در مورد نمایندگان ایران و کره شمالی نیز اتخاذ شده است و این مسئله جدیدی نیست و ما از قبل نیز آن را انجام می دادیم. در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه خبرگزاری دولتی این کشور گزارش داد دست کم چهار تن در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر هما در مرکز سوریه کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند خبرگزاری سوریه این رخداد را یک انفجار تروریستی خوانده اما اعلام نکرد که از سوی چه گروهی انجام شده است دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرده این انفجار یک ساختمان سازمان امنیتی ارتش سوریه را هدف قرار داده است در ادامه بحران اوکراین و ساز جدایی کریمه از این کشور که با دخالت روسیه نواخته می شود رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که برگزاری همه پرسی در کریمه منجر به نقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی خواهد شد در همین راستا رئیس جمهور موقت اوکراین هم گفت انحلال مجلس کریمه بررسی خواهد شد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا نیز شب گذشته در این ارتباط به مدت یک ساعت با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین حضور نظامی روسیه در کریمه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید اعلام کرد در این مکالمه یک ساعته باراک اوباما به ولادیمیر پوتین گفته است هنوز می توان مناقشه کریمه را به صورت دیپلماتیک حل کرد. رئیس جمهوری آمریکا به همتای روس خود توصیه کرد نیروهای خود را به پایگاه های نظامی در کریمه بازگرداند با دولت اوکراین وارد گفتگوی مستقیم شود و با استقرار ناظران بینالمللی در اوکراین حفظ حقوق روستباران را تضمین کند باراک اوباما همچنین از پوتین خواست مشروعیت انتخابات آینده را در اوکراین بپذیرد کاخ کرملین هم اعلام کرد در گفتگوی یک ساعته تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و روسیه درباره وضعیت خطیر اوکراین صحبت شده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده ولادیمیر پوتین به باراک اوباما گفته است رهبران کنونی اوکراین به شیوه خلاف قانون اساسی این کشور و با کودتا قدرت را به دست گرفتند. ولادیمیر پوتین تاکید کرده حاکمیت کنونی اوکراین تصمیم های مطلقا غیر مشروع خود را به بخش های شرقی و جنوبی اوکراین دیکته می کند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفته مسکو نمیتوانست در مقابل تقاضای صورت گرفته برای کمک به این مناطق بی تفاوت بماند و اقدام مسکو را کاملا مطابق با موازین بین المللی دانسته است. این نخستین تماس اعلام شده اوباما و پوتین از روز شنبه گذشته و کنترل شبه جزیره کریمه از سوی روسی است. پیش از این تماس تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برگزاری همه پرسی درباره جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی است. پیشتر مجلس جمهوری خودمختار کریمه اعلام کرده بود روز 25 اسفند در این باره همه پرسی برگزار می کند. اکثریت ساکنان کریمه را روس زبان ها تشکیل می دهند و اوکراینی ها و تاتارها نیز دیگر ساکنان عمده این شبه جزیره هستند. مقام های فعلی دولت اوکراین تأکید کردند که اجازه پیوستن کریمه به روسیه را نمی دهند. اما مقام های محلی کریمه هم گفتند تبعیتی از دستورات کیف ندارند. آقای اوباما همچنین از کنگره کشورش خواست امکان پرداخت وام به اوکراین را فراهم کند. کاخ سفید در واکنش به تحولات کریمه همچنین اعلام کرده است محدودیت را در رابطه با صدور ویزا برای شماری از مقامات روسیه و کریمه اعمال خواهد کرد. واشنگتن در این خصوص گفت افرادی که فرایند دموکراتیک در کشور اوکراین را تضعیف می کند یا آنکه بدون اجازه دولت اوکراین ادعای تسلط بر هر بخش اوکراین را می کنند مشمول مجازات و تحریم خواهند شد در تحول دیگر الکساند تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از بررسی انحلال پارلمان کریم خبر داده است و در خبر دیگر نیز آمریکا دوازده فروند جت جنگنده اف 16 به لهستان گسیل خواهد کرد وزارت دفاع لهستان ضمن اعلام این خبر گفته است که ارسال این جت های جنگنده در چارچوب تمرین های نظامی صورت می گیرد. ایالات متحده همزمان شش فروند جت جنگی نیز به لیتوانی فرستاده که قرار است برای نظارت هوایی بر فراز منطقه بالتیک به کار گرفته شوند. در همین راستا وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرد که ناوشکن ترکستون هم اکنون در دریای سیاه حضور دارد و در حال انجام رزمایش مشترک با بلغارستان و رومانی است. در رویدادی دیگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم که کشورش درگیر یک جنگ داخلی تمام ایار است همبستگی خود با ولادیمیر پوتین را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا اسد با ارسال تلگرامی به مسکو گفت فعالیت‌های کودتاگرایانه علیه مشروعیت و دموکراسی در اوکراین به نفع تروریست های افراطی در جریان است و سوریه همبستگی خود را با تلاش های پوتین برای استقرار امنیت و ثبات در این کشور اعلام می کند. در جنگ داخلی سوریه روسیه حامی این کشور بود و پیام اسد هم در همین راستا قابل تحلیل است. شبه جزیره کریمه از اواخر قرن 18 میلادی به روسیه تعلق داشت و پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در کنار روسیه یکی از جمهوری های این اتحاد بود تا اینکه در سال 1954 توسط رهبر وقت و اوکراینی تبار اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین واگذار شد انتشار خبر تعیین روز 16 مارس برای برگزاری رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه به سقوط بازارهای مالی در مسکو و کاهش پیش از پیش ارزش روبل پول ملی روسیه منجر شد ولادیمیر پوتین دو روز پیش در یک نشست خبری گفته بود که سقوط بازارهای مالی مسکو موقتی است. روزنامه کیهان نوشته روسیه ایستادگی در برابر غرب را از ایران آموخته است. در سرمقاله دیروز این روزنامه آمده مقاومت جدی 35 ساله ایران به روزها آموخته است که می توان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقب نشینی و انفعال کرد و در اظهار نظر دیگر سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه هم دلیل به گفته او فروپاشی اوکراین را ضعف این کشور دانسته و گفته در اوکراین مقامات آمریکایی برای معارضان سخنرانی می کنند و دولت این کشور هیچ اقدامی انجام نمی دهد. اما در ایران 35 سال است قدم یک آمریکایی به کشور باز نشده است. جانشین فرمانده کل سپاه همچنین گفته ما 35 سال است که با آمریکا جنگ مستقیم داشتیم و نه تنها در جنگ آسیبی ندیدیم بلکه رشد و پیشرفت نیز کرده ایم. جمهوری اسلامی ایران در تحولات اوکراین از روسیه و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده این کشور حمایت می کند. به دنبال بازداشت سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در هشت گرد ها دلیل بازداشت وی را متفاوت اعلام کردند خبرگزاری فارس نوشت که بازداشت وی به دلیل سخنرانی ساختار شکنانه در جمع اصلاح طلبان این شهر صادر شده است ساعتی بعد اما پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد سعید رضوی فقیه در راستای اجرای حکم محکومیت سابق خود بازداشت شده است سعید رضوی فقیه پنجشنبه گذشته در سخنرانی در همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان وقوع تحولات پی در, پی در پی در یک قرن اخیر در ایران را به دلیل جواب نگرفتن مطالبات مردم دانسته و دهه آینده ایران را دهه بحران ارزیابی کرده بود. سایت محافظ کار نام نیوز متعلق به مصطفى پور محمدی وزیر دادگستری در یادداشتی از محمد تقیه مصباح یزدی به عنوان یک روحانی تنها در عرصه سیاست و مذهب نام برده و نوشته مصباح یزدی از هر تریبونی برای انتقاد از سیاست های دولت استفاده می کند. نام نیوز همچنین نوشته مصباح یزدی این روزها بیش از هر زمان دیگری شبیه به مصباح دهه هفتاد ایران است که به تنهایی پرچم مخالفت با خاتمی و دولت اصلاحات را به دست گرفته بود. خبرگزاری رسا گزارش داده سه مرجع تقلید به دلیل پاره از مسائل و اقدامات وزارت علوم به رضا فرجی دانو و هیئت همراه وی وقت ملاقات ندادند. آقای فرجی دانا وزیر علوم دیروز پنجشنبه به منظور دیدار با گروهی از مراجع تقلید به قم سفر کرده بود آنطور که خبرگزاری رسا نوشته حسین نوری حمدانی جعفر صبحانی و ناصر مکارم شیرازی سه مرجع تقلیدی هستند که به وزیر علوم و هیئت همراه وی وقت ملاقات ندادند این سایت افزوده است حذف نیروهای انقلابی و ارزشی و به کارگیری نیروهای افراطی و مسئله دار در دانشگاه ها و وزارت علوم از مهمترین دلایل مخالفت این سه تقلید با وزیر علوم عنوان شده است روز گذشته علی خامنه همسو با گروهی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت نگران مسائل فرهنگی است و امیدوار است مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی بدانند چه می کنند. در واکنش به این اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد بیانیه ای صادر کرد و با بیان اینکه رفع دقدقه های رهبری نیازمند درک مقوله تهاجم فرهنگی است گفت ما تمام تلاشمان را برای تحقق منویات رهبری می علی جنتی وزیر ارشاد در واکنش به تذکر علی خامنهای ای درباره عملکرد مسئولان فرهنگی با صدور بیانیه ای اعلام کرد دیدگاه آلمانه رهبر جمهوری اسلامی راهگشای مدیران فرهنگی کشور و همه اهل فرهنگ و هنر است و این وزارتخانه برای تحقق منویات وی تلاش می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر ارشاد در ادامه بیانیه خود افزود بی تردید رفع دقدقه های معظم الله نیازمند درک عمیق مقوله تهاجم فرهنگی تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و به میدان آوردن جریان فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسلامی در برابر این تهاجم است وی ادامه داده این وزارتخانه میکوشد با تعمیق فرهنگ و هنر متحد تقویت احساس مسئولیت در پدید آورندگان آثار و اصحاب رسانه و جذب حد اکثری اهالی فرهنگ و هنر تمامی همت خیش را برای تحقق منویات ایشان به کار گیرد. وزیر ارشاد در پایان بیانیه خود هم اظهار امیدواری کرد حاصل این تلاش و ادای تکلیف مورد تایید رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی رضایت مراجع اعزام تقلید و همه دلسوزان مؤمن و متحد واقع شود بیانیه وزارت ارشاد پس از نخستین موزگیری انتقادی خامنهای ای درباره سیاست فرهنگی دولت یازدهم صادر شده است سیاست فرهنگی دولت حسن روحانی در هفت ماه گذشته با انتقاد گسترده گروهی از مراجع تقلید و محافظ کاران تندرو مواجه بود است. خامنه ای هم در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود من هم همانند برخی از اعضای مجلس خبرگان نگران مسائل فرهنگی هستم و امیدوارم مسئولان فرهنگی دولت بدانند چه می علی جنتی اخیرا از رفع فیلتر از فیسبوک رفع محدودیت ها از نویسندگان ممنوع القلم و بازگشایی انجمن سنفی روزنامه نگاران سخن به میان آورده است جنتی در ماه گذشته نیز از مجلس شورای اسلامی ایران هم کارت زرد گرفت در همین حال سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفته است برخی نمایندگان از وزیر ارشاد شکایت کردند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید سه شنبه آینده بیستم اسفند ماه به مجلس آمده و به سؤال نمایندگان شاکی پاسخ دهد مصطفی افزریفرد در خصوص این شکایت گفته که برخی نمایندگان از علی جنتی میخواهند در مورد روند روبه گسترش حدک حرمت و توهین به مقدسات توضیح دهد ده گروهی از پناهجویان کرد ایرانی مقیم ترکیه در نامه خطاب به سازمان بین المللی حقوق بشری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این پناهجویان سال هاست در شرایط بلا تکلیفی در انتظار انتقال به کشور سوم به سر میبرند. میستان بختیاری و جزیات بیشتر. پناهجویانی که از کشور ایران به ترکیه میان شرایط دشواری رو در کشور ترکیه در پیش رو دارن به ویژه فعالین سیاسی که به صورت ناخواسته و ناگهانی ناچار به ترک کشور میشن در این میان فعالین سیاسی کرد این روسا با مشکلات مضاعفی هم روبرو هستند بخش عمده از این فعالین سیاسی کرد که از اعضا یا هواداران احزاب کردی هستند با وجود اینکه پرونده اونها از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد مورد تایید و پذیرش قرار گرفته و در پرونده خودشون قبولی رو هم دارن اما اخیرا بسیاری از کشورهای عمده پناهجویی پذیری همچون امریکا، کانادا و استرالیا از, پر... از پذیرفتن این پناهجویان و انتقال اونها به کشور خودشون خودداری میکنن پناهجویان سیاسی کرد ایرانی در این رابطه میگن ما وقتی به کمیساریه عالی سازمان ملل متحد مراجعه میکنیم و علت این امر رو جویا میشیم معمولا به ما گفته میشه که این کشورهای پناهجوپذیر پذیر به دلیل اینکه احزاب سیاسی کردی رو دارای خط مش مسلحانه قلمداد میکنن بنابراین از پذیرفتن اعضای اونها و یا حتی هواداران ساده اونها هم خودداری میکنن پناهجویان کرد ایرانی عنوان میکنن در حال این موضوع از سوی این کشورها و کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد مطرح میشه که اصولا بسیاری از احزاب کردی ایرانی سالهاست که از خط مشی مسلحانه فاصله گرفته و عمده فعالیت این احزاب در طی این سالها بیشتر فعالیت مدنی در جهت کسب آزادی و دموکراسی برای ایران بوده بر روی که گفتیم پناهجویان سالها به صورت بلا تکلیف در کشور ترکیه به سر میبرن و مشکل اونها هم به حال مرتفع نشده نهایتا در روزهای اخیر این پناهجویان نامه رو به صورت درخواست کمک تنظیم کردن خطاب به سازمان و نهادهای بین حقوق بشری و از اونها خواستن که منعکس کننده صدا و مشکل اونها باشن در بخشی از این نامه که یک نسخه از اون رو هم در اختیار ما قرار دادم پناهجویان سیاسی کرد ایرانی اینطور نوشتن که ما که روزی در مقابل با ظلم و نابرابری ملتمان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی برخواستیم سالهای زیادی از عمر زندگی خود را در بی‌حمایتی و بلا تکلیفی در کشور ترکیه به سر می‌بریم همینطور این پناه جوان در ادامه نامه گفتند که علاوه بر این با وجود اینکه مدت ها از گرفتن قبولی پناهندگی ما می اما در نهایت کم توجهی کمیساری عالی سازمان ملل متحد جهت انتقال به کشور ام با مشکلات معیشتی روحی و به خصوص مشکلات امنیتی در کشور ترکیه روبرو است. بر روی همون طور که گفتیم این نه تنها از سازم... از و سازمان های بین حقوق بشری انتظار دارند که در این رابطه فعالیت بیشتری رو داشته باشن بلکه اینطور عنوان میکدم ما حتی از احزاب سیاسی کردی هم انتظار داریم که تعامل بیشتری رو با نمایندگان این کشورها و نهادهای حقوق بشری داشته باشند تا هرچه سریعترین مشکل برطرف بشه روز گذشته یکی از این پناهجویان کرد ایرانی در تماس تلفنی که با من داشت در این ارتباط میگفت که در میان آشنایان و هموندان و دوستان ما افرادی وجود دارن که بیش از هفت تا نه سال هست که در کشور ترکیه با وجود اینکه در پرونده اونها قبولی داره به صورت بلا تکلیف به سر میبرن و هنوزیش کشوری حاضر به پذیرش اونها نشده بسیج جامعه زنان کشور در بیانیه ای به مناسبت برگزاری کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اعلام کرد بزرگترین خشونت در غرب شعار و اجرای برابری جنسیتی است به گزارش ایرنا در این بیانیه گفته شده زنان هویت اصلی خود را از دست دادند و افکار فمینیستی هرگز منزلت والای زن در جامعه را ندیده و همیشه با حسد و حسرت به جایگاه مرد به عنوان منتهای رشد بشر نگریسته است این بیانیه با اشاره به احترام زنان ایران به اسلام و آموزه های آن اضافه می کند بر واجب دانستیم هر گونه جریان ضد دین را ترد کنیم زنان انقلاب ثابت کردند که میتوان سنگر خانواده را تمیز نگه داشت و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ بر آورد مدیر کل شورای فنی استانداری کوهگیلویه و بوی کوه از تعطیلی خوابگاه دختران در یاسوج و بی پناهی 400 دانشجوی مستقر در این خوابگاه به دلیل عدم رعایت اصول فنی در اجرای تاسیسات این خوابگاه خبر داد. خوابگاه دختران یاسوج دو ماه پیش افتتاح شده بود. به گزارش تهران پرس وضعیت ایران از نظر آسیب‌های اجتماعی بسیار نگران کننده است. تحقیقات نشان میداد که در تهران 35 تا 40 درصد ازدواج ها در کمتر از چهار سال به گسستگی می انجامد. محمود گلزاری معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته است متاسفانه میانگین طلاق در کل کشور 20 درصد است و حتی در شهرهای بومی و مذهبی نیز آمار طلاق بسیار بالاست کارشناسان عامل اقتصادی و مشکلات جنسی را از مهمترین دلایل وقوع طلاق در ایران میدانند اما دو تن از نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت از یک شنبه هفته آینده در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار خواهد گرفت. آنها میگویند که در جریان برخی تفحص ها مشخص شده که بابک زنجانی های جدیدی نیز وجود دارند. بحث فساد در ایران بسیار فراگیر شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره دو روز خود نوشت تعداد پرونده های فساد اقتصادی که برملا می شود به قدر زیاد است که پیش از آنکه ابعاد یکی از آنها مورد بررسی قرار گیرد افشای پرونده دیگر آن را تحت شعا قرار می داد و به هاشیه می برد. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس می طرح تفحص از وزارت نفت دولت احمدی نژاد که به دلیل بررسی بحث بودجه مدتی تعطیل شده بود از یک شنبه آینده دوباره در دستور کار کمیسیون انرژی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مجلس سلطانی علت طولانی شدن تفحص از وزارت نفت را استعلام های مورد نیاز برای این موضوع ذکر کرد و گفت لازم بود از کسانی که در ارتباط با تخلفات وزارت نفت اطلاعاتی داشتند استعلام شود. همچنین از بانک ها، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استعلام شده است که به زودی نتیجه آن مشخص می شود. این عضو کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحصی که مهدی موسوی نژاد از شرکت ملی نفت کلید زده از تاکید می کند. این دو تفحص در برخی نقاط به هم گره خورده که یکی از آنها بحث فروش نفت است. علاوه بر آن رد پای بابک زنجانی به عنوان مرد جاویدان در همه تخلفات در این دو تفحص نیز دیده می شود. مهدی موسوی نژاد از دیگر نمایندگان مجلس است که وی در صدد است از شرکت ملی نفت نیز تحقیق و تفحص کند موسوی نژاد در این خصوص گفت محورهای این تفحص استفاده نکردن از نیروهای بومی در مناطق نفتخیز استفاده نکردن از مدیران بومی برای این مناطق ابهام در فروش نفت و اجرا نکردن و پایان نیافتن فازهای پارس جنوبی است به گزارش خبرگزاری مهر آقای موسوی نژاد با بیان اینکه ابهامات موجود در پرونده شرکت ملی نفت همچنان پابرجاست افزود این تحقیق و تفحص از بحث فروش نفت فراتر می رود. اما هنوز پاسخ شفاف به ابهامات ما در مورد فروش نفت داده نشده است طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت در ادامه گفت از جمله تخلفات در دولت گذشته این بود که از طریق دریای خزر نفت خریداری میشد اما وقتی ما خودمان کشور نفت خیزی هستیم سوپاپ نفتی معنا ندارد در حالی که این کار ممنوع بود این در شرایطی است که ما خودمان برای فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل روبرو بودیم لزومی نداشت که نفت را سوپاپ یا شبه سوپاپ کنیم این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید رد پای بابک زنجانی در این پرونده میگوید پرونده بابک زنجانی در مراجع دیگر در حال بررسی است اما مسئله اصلی چگونگی فروش نفت بود که ما پیگیر آن هستیم وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید در دولت گذشته نفت را به چند نفر حقیقی فروخته بودند که تعداد آنها زیاد نیست مصوی نژاد با بیان اینکه بابک زنجانی های دیگری هم وجود دارند که نفت به آنها فروخته شده بود تاکید می کند این افراد سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبان ها بیفتد مگر بابک زنجانی را قبلا چه کسی می شناخت؟ بابک زنجانی سرمایهدار و تاجر مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد که بیش از دو میلیارد یورو از پول نفت ایران را در خارج از کشور در اختیار دارد اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری می کند بیش از دو ماه است که به دلیل این بدهی و اتهام‌های دیگر مانند جل اسناد دولتی در بازداشت به سر میبرد. در همین راستا هفته گذشته رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفت که بخش بزرگی از بدهی دو میلیارد و 600 میلیون دلاری بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی های ایران را پرداخت کند. حسن روحانی در خصوص دامنه گستری فساد در ایران گفته بود زمانی که بحث فساد هزار میلیارد تومانی مطرح بود دهانها از این میزان باز بود و اکنون هزار میلیارد تومان است. رئیس جمهوری ایران در عین حال این را هم گفته که تازه ما مطمئن نیستیم که این 9000 میلیارد تومان همهش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعدا کشف شود. ایران یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان از نظر فساد دولتی و اقتصادی است. سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در آلمان است، در آخرین گزارش سالانه خود ایران را از میان 177 کشور با 25 امتیاز از 100 امتیاز در رتبه 144 جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پل سقوط در مقایسه با سال 2012 میلادی است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید در سالهای گذشته دانشگاه های ایران رشد کمی زیادی داشتند و اکنون میزان بیکاری در میان فارغ و تحصیلان دو برابر دیگران است. فرجی دونا همچنین یکی از مهمترین برنامه های وزارت علوم را بالا بردن کیفیت آموزشی و تبدیل علم به ثروت در جامعه عنوان کرده است و این مهارت افزایی به فارغ و تحصیلان و جذب آنها به بازار کار را از دیگر برنامه های مهم این وزارت خانه خان. بیشتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم نسبت به ورود چهار میلیون و هزار نفر به بازار کار در سالهای آینده هشدار داده بود علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ماهای گذشته نسبت به موج جدید بیکاری هشدار داده و گفته بود 4.5 میلیون دانشجو به زودی به جمع فارغ و تحصیلان دانشگاهی خواهند پیوست که با 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی جمعیت 8 میلیون نفری از بیکاران را تشکیل می‌دهند. بیشترین قربانیان ایدز در ایران تاکنون معتادان تزریقی بودند اما اخیرا اعلام شده که روابط جنسی محافظت نشده علت اصلی ایدز در ایران است طبق آمار رسمی تا سال 1390 تزریق مواد مخدر مهمترین راه انتقال آلودگی به ویروس ایدز به حساب می آمد و سهم روابط جنسی در حدود 12 درصد اعلام شده بود بس در مورد ایز به ویژه سرایت آن از طریق روابط جنسی تا سالها در جمهوری اسلامی از هیتای ممنوع محسوب می شد و عدم اطلاع رسانی مناسب در این باره زمینه های افزایش ابتلا به این بیماری را فراهم کرد با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنون که با ما همراه هستید. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید. <تصفحه> <عزم مخواه. تصفحه> که بلافاصله پس از خبر پخش می شود شب و روز بر شما خوش